دلتون گرم و خالی از غم، عمرتون با عزت و لحظاتون شاد، سرشار از عشق و پر از امواج مثبت. درود بر همه دوستان و فرهیختگان گرامی در کالج باستانی. دوستان فرهیخته، در کانال یوتیوب همونطور که مستحضر هستید، اومدم یک سری اطلاعاتی رو به صورت دونه دونه تفکیک شده در هر کلیپ مجزا براتون این کار رو انجام دادم، تا اگر دوستان بخوان سرچ بکنن از یوتیوب یا از گوگل به راحتی در دسترسشون قرار بگیره. خدمت شما عرض بشه که این کلیپ در مورد درختان کهنسال هست. درختان کهنسالی که معمولاً دوستان ما اونها رو نماد و نشانی از گنج میدونیم. خب اولین مورد خدمت شما عرض بشه که درخت نیست، درخچه است. دوستان درخچه گز، درخچه های گز عمرشون بیش از 6000 سال هست و شما اگر در مکانی درخچه گز رو دیدید و در اون اطراف منبع آبی رو دیدید، قلعه شاهی رو دیدید، در خدمت شما عرض بشه که زیر یک فرسنگ که میشه 5.5 کیلومتر و قلعه شاهی یا منبع آبی رو دیدید و در کنارش درخچه گز رو دیدید، سمت طلوع آفتاب اون درخچه رو دوستان حتما بررسی بفرمایید. چیزی حدود 20 متر به سمت طلوع آفتاب اون درخچه های گز رو حتما با دقت بررسی بکنید، ببینید کیس مشکوکی هست یا نه. این که عرض میکنم کیس مشکوک، منظور از کیس مشکوک دوستان سنگچین های منظم دایری و سنگچین های نامنظم نیم دایری و نهایتا فرونشست جزئی میشه کیس مشکوک. خب دوستان ما درخت سرو رو داریم. درخت سرو با عمری حدود 4000 سال، معمولا درخت سرو در کنار چشمه میاد. اگر شما درخت سروی رو داشتید در کنار چشمه و چشمه هم نامی بود، دوستان گرامی شما اینجا یک مقبره مهرموم شده ای رو دارید. اگر اینکه نمیتونم به مکان مشخصی اشاره بکنم، دلیلش داده های محیطی و مؤلفه های محیطی و موقعیت جغرافیایی هست، لذا باید محیط بررسی بشه. ما درخت داغدانان رو داریم با عمر حدود 4500 سال. اگه درخت داغدانان رو دوستان دیدید، باز هم همونطور که عرض کردم ما در باستان طلوع و غروب خورشید بسیار مهم است. در این درخت به سمت طلوع آفتاب شما در فاصله خیلی نزدیک یک تل کوچولو یا یک تل خاکی رو میبینید، همونجا رو با دقت بررسی بکنید. دوستان عزیز درخت چنار رو داریم. درخت چنار عمری حدود 4000 سال داره و معمولا درختان چنار هر چند صد سال یک بار خودسوزی میکنن و مجددا از پایین شروع میکنن به شاخ و برگ زدن. خدمت شما عرض بشه که معمولا در درختان چنار بسیار قدیمی شما در اطراف درخت باز هم برمیگرده به مؤلفه های محیطی، شما یک قبری رو دارید، باید دنبال یک کیس مشکوک باشید. اون کیس مشکوک میتونه سنگچین باشه، میتونه تک سنگ باشه، یک چیزی اونجا مشکوک هست که با محیط همخوانی نداره. دوستان عزیز ما درخت آزاد رو داریم. درخت آزاد دوستان عمری حدود 2500 سال داره، معمولا در جنگل‌های شمال هست.
دوستان ما در مورد درخت آزاد دو تا حالت رو داریم، یکی حالت شمسوز و حالت دوم درخت از خود درخت. اگر ما در اطراف درخت آزاد شمسوزی رو داشتیم به سمت قبله، مطمئناً شما باز هم یک مکان مشکوکی رو میبینید. باز هم به کرات عرض میکنم، مکان مشکوک میتونه سنگین باشه، میتونه فرونشست باشه و میتونه تکسنگ قریب باشه، تکسنگی که قابل حمل نباشه، ریشه در زمین داشته باشه اما با محیط سازگار نباشه، مهمان باشه، از جایی آورده باشن، قریب باشه، مثل سنگ های دیگه نباشه، آشنا نباشه، قریب باشه. پس اگر شما خدمتون عرض بشه که شمسوزی رو دیدید، در قسمت قبله به دنبال یک مکان مشکوکی باشید. اگر هم دوستان شما درخت آزادی رو دیدید، اگر سه تا بودن، معمولا این سه تا درخت رو طوری میکارن که انگار که یک تپه وسط هست و این تپه رو به حالت مثلث در نظر گرفتن، در سه رأس مثلث درخت رو کاشن و وسط اون یک تپه است. شما دقیقاً وسط بین سه تا درخت رو حتما بررسی بکنید، مطمئناً باز هم به یک کیس مشکوکی خواهید رسید. دوستان گرامی، ما درختان نارون و سنجد رو هم داریم. این درختان عمرشون حدود 500 سال بیشتر نیست و میتونه در زمان اسلام برای دفینه گذاری استفاده شده باشه و میتونه استفاده نشده باشه. شما در درختان سنجد و نارون خدمت شما عرض بشه که قبله قدیم رو در نظر بگیرید، 7-8 ده متریشو یه بررسی بکنید. اگر کیس مشکوکی ندیدید، شما روی درخت نارون و سنجد دوستان عزیز خیلی وقت نگذارید. و اما درختی داریم به نام درخت موزی. این درخت دوستان در دفینه کاربرد بسیار زیادی داشت و معمولا درخت‌های موزی دفینه بسیار ارزشمندی داره و میتونه مقبره ای رو داشته باشه. درخت موزی رو دیدید دوستان، مطمئناً در اطراف اون یک سفیدخانه خواهید داشت. در اطراف درخت موزی شما سفیدخانه رو دارید و حتی اکثر شما درخت رو مرکز دایره در نظر بگیرید و در 100 متری اون، 100 متر در طلوع آفتاب، یعنی شما سه تا از حدودات عربه شمال، جنوب، شرق و غرب رو، سه تا کیسش یعنی غرب، شمال و جنوب رو فاکتور بگیرید، قسمت شرق یا طلوع آفتاب حداکثر تا فاصله 100 متری، مطمئنن شما یک قبری رو دارید بدون آثار و علائم سطحی. و عمق اون دوستان، وقتی که بحث قبر پیش میاد، شما فکر نکنید نیم متر، یک متر، یک و نیم متر دیگه تمام. قبور ارزشمند، قبور سرداری، قبور شاهزاده ها، مقبره های ارزشمند اصولا بالای 7 متر، حدود 7 و بالای 7 متر دفن میشدن. چرا؟ برای اینکه اولا عدد 7 خیلی مقدس بود، مثل 7 روز هفته، 7 اقلیم، که 7 اقلیم در زمان کوروش تحت سیطره کوروش بودن و خدمت شما عرض بشه که 7 اقلیم، 7 روز هفته و 7 آسمان، اینها مواردی بودن که خدمت شما عرض بشه که در تقدس عدد 7 است. خیلی وقتتون رو نمیگیرم دوستان گرامی، ما اینجا در کنار یک تپه هستیم. من عمدن اومدم کنار این تپه که تپه رو نشون بدم خدمت شما، که خیلی در کنار این تپه ها دوستان وقت نگذارید. ببینید دوستان، این تپه ها دوستان اگر دقت بکنید، ما بگردیم اطراف رو یک بررسی بکنیم،
حفاری های خیلی زیادی در اطراف این تپه ها متاسفانه انجام شده، ولی هیچ نتیجه‌ای نداشته. ببینید دوستان، فقط حفاری شده ولی خدمت شما عرض بشه که نتیجه‌ای در بر نداشته. استدعای بنده به جد از تک تک عزیزان این هست که در روی تپه ها وقت نگذارید. تپه ها شما رو به بار و دفینه نمیرسونه. دوستان عزیز، خیلی نمیخوام کلیپ رو طولانی بکنم، اما حتما عرض میکنم خدمت شما که شما اگر بخواین روی یک تپه ای کار بکنید، به قدری باید خاک و ملات و خدمت شما عرض بشه که قلوه سنگ بکشید، یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه، انقدر که این قلوه سنگ و خاک رو شما میکشید بالا، نهایتاً کار رو نیمه تمام رها خواهید کرد. پس روی تپه ها وقت نگذارید. وقتتون رو نمیگیرم، همتون رو به خدای مهربان ایران میسپارم. امضای خدا پای تمام آرزوهای زیبای شما عزیزان. گالیور هستم، رضا ابراهیمی. حق نگهدارم.